سر خط خبرها، روسیه بر اثبت شناختن طالبان در سراسر جهان پیش قدم شد. سلطان زوی کسی که در شهرک گلستان گل را و آب داد، حالا برادرش در امریکا داده است. نوآوری طالبان در مورد درس دادن و جمجوانشان که باور نکردنی است. یک جوان خودش را متاسفانه حلق‌آویز کرد، آن هم در روی سرک. طالبان دوباره یک بزرگ قومی را در مرکز پروان تیرباران کردند. درگیری شدید در پنشیر، 4 طالب کشته و تعدادشان زخمی شدند. گفتگوی ویژه متقی با امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و چانس آخر و طالبان. سلام و سرویس اطلاع‌رسانی اینفو تیوی خوش آمدید. لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید. سرگئی لاوروف تازه گفته است که با طالبان در تماس هستیم، شرایط برسمت شناختن را برآورده کنند. وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری گفته است که با حکومت فعلی افغانستان در تماس هست و باید خواست ها برای برسمت شناخته شدن را پوره کنند. با گزارش سپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست خبری اظهار کرده است که مسکو با مقامات افغانستان همکاری میکند، اما برای برسمت شناخته شدن کابل شرایط لازم را باید رعایت کند. آقای لاوروف گفته است که ما با مقامات کنونی افغانستان کار میکنیم. آنها واقعیت جامعه هستند. سفارت ما در کابل فعالیت میکند، اما برای اینکه طالبان از نظر قانونی بر رسمیت شناخته شوند، باید آنچه را که هنگام به دست گرفتن قدرت امضا کردن انجام دهند. حکومت فراگیر، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تروریسم. خبر بعدی، برادر داوود سلطانزوی به جرم کلاهبرداری در آمریکا به 6 سال حبس محکوم شد. برادر شاروال پیشین کابل به اتهام کلاهبرداری به 6 سال زندان و 3 سال حبس خانگی محکوم شده است. با گزارش سپوتنیک، برق از 8 سال حکمت الله فوشنجی رئیس اداره تجارتی افغان آمریکا گفته است که در جریان محاکمه گزارش مفصل از کلاهبرداری و فریبکاری نعیم اسماعیل و برادرش مصطفی اسماعیل را در خصوص قاضی ارائه کرده است. نعیم اسماعیل حدود 10 میلیون دلار که با تکتانه اش مبلغ 16 میلیون دلار می شود از بانک ملی افغان قرضدار است. قاضی محکمه در کنار 6 سال حبس فیصله کرده است که تمام حسابات و عواید آینده نعیم اسماعیل تحت نظارت دولت آمریکا قرار گیرد و در صورت امکان پول قرضداران را پرداخت کند. فوشنجی می گوید که از این که بالاخره یکی از سارقان بیت المال افغانستان توسط دولت آمریکا مجازات شده است، خرسند هستند. خبر بعدی، تفنگداران ناشناس یک بزرگ قومی را در مرکز پروان تیرباران کردند. منابع محلی در ولایت پروان میگویند که یک قریه‌دار از سوی تفنگداران ناشناس در این ولایت به قتل رسیده است. این رویداد در منطقه توتندرا پایین از مربوطات مرکز ولایت پروان رخ داده است. منابع اضافه میکنند که این مرد سروارخوار نام داشت و مربوط به منطقه توتندرا پایین بود. منابع اضافه میکنند که تفنگداران ناشناس او را حین آب بازی در باغش تیرباران کردند. تا کنون فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. طالبان نیز در این مورد ابراز نظری نکردند. اکنون بپردازیم به خبر تازه و فوری. درگیری های شدید در پنشیر، 4 طالب کشته شدند. منابع محلی در ولایت پنشیر میگویند که 4 طالب در نتیجه درگیری با نیروهای جبهه مقاومت ملی در این ولایت کشته شدند. با گفته منابع، این افراد در منطقه دربند فراج ولسوالی عنابه کشته شدند. منابع می‌افزایند که درگیری میان طالبان و جبهه مقاومت ملی حوالی ساعت 8 شب گذشته در ولسوالی عنابه آغاز شد و برای چندین ساعت ادامه پیدا کرد. تا کنون از چگونگی وقوع این درگیری گزارشی در دسترس نیست. طالبان و جبهه مقاومت ملی نیز تا هنوز در این مورد ابراز نظری نکردند. پیش از این نیز گزارش های از حمله چریکی نیروهای جبهه مقاومت ملی بالای کاروان طالبان در ولسوالی شتل و نشر رسیده بود و گفته منابع در پی این حمله نیز 12 جنگجوی طالب کشته شده بودند. خبر بعدی، گفتگوی متقی و امیر عبداللهیان. ایران بار دیگر خواستار حقابه خودشان شدند. در ادامه تنش‌ها بر سر آب میان ایران و طالبان، امیر عبداللهیان با امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان گفتگوی تلفنی انجام داده است.
رسانه های ایرانی با نقل از وزیر خارجه ایران نوشته است که تحویل حقابه ایران، پایبندی طالبان به تعهدات بین المللی آنان در قبال ایران را نشان می‌دهد. امیر عبداللهیان گفته است که تحویل حقابه ایران شاخص مهمه برای سنجش تعهدات طالبان در عمل و تعهدات بین المللی در قبال ایران است. او همچنان گفته است که امیدوار است موانع مصنوعی جهت رسیدن آب به ایران و تامین حقابه این کشور دیگر وجود نداشته باشد. وزیر خارجه ایران خاطر نشان کرده است که اگر مسئله حقابه ایران از هیرمن با سرعت و جدیت حل و فصل نشود، در سایر حوزه های همکاری دو کشور آثار منفی خواهد گذاشت. متقی در گفتگو با امیر عبداللهیان گفته است که طالبان نسبت به حقابه ایران متعهد است. متقی افزوده است که زمانی که آب موجود باشد، آن را به سوی ایران روان میکنیم. گفتنی است که قرار است هیئت از ایران بر ریاست وزیر انرژی این کشور برای گفتگو با طالبان به زودی وارد کابل شود. خبر بعدی، طالبان در فراه برای جنگجویانشان صنف‌های فن بیان برگزار کردند. فن بیان یعنی چی؟ طالبان در ولایت فراه برای جنگجویانشان در صنف‌های فن بیان و نشست ادبی برگزار کردند. فرماندهی امنی طالبان برای فراه امروز گفته است که در این نشست ها تمام نیروهای طالبان با شمول آمرین حوزه و ولسوالی ها اشتراک میکنند. طالبان گفتند که این صنف ها قرار است هفته یک بار برگزار شود و در هر سه ماه مسابقات در سطح ولایت برگزار و برای برندگانی که بیان خوب داشته باشند جایزه داده خواهد شد. این صنف ها در حال برگزار می شود که در شماری از ولایت ها بیشتر جنگجویان طالبان به سواب آن. خبر بعدی، یک جوان در دهمزن کابل خودش را حلق‌آویز کرد. شماری از شهریان کابل می گوید که یک جوان در منطقه دهمزن خودش را حلق‌آویز کرده است. این جوان که تصاویر حلق‌آویز شدنش را منتشر شده، بامداد امروز خودش را در پارک نوروز ساحه نوآباد دهمزن کابل حلق‌آویز کرده است. هنوز انگیزه این رویداد مشخص نیست و طالبان نیز در این مورد چیزی نگفتند. مردم میگن که فقر و گرسنگی و تنگدستی ممکن دلیل خودکشی این جوان بوده باشد. اخیراً شماری از شهروندان کشور در برخی از ولایات به دلیل فقر و مشکلات خانوادگی دست به خودکشی زدند.